خدای پاک و بی انباز و یار دستگیر رو جرم ما را درگذار یا ده ما را سخنهای رقیق کان به رحمارت تو را ای خوش رفیق گر خطا گفتیم اصلاحش هش تو کن مسلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگری ها کار توست این چنین اکسیرها زسرار توست عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شما میهمانان زیافت نورانی الهی افتخار دارم که در محضر شما در این ماه پربرکت و رحمت و مغفرت مباحث عرفانی و قرآنی و عرفانی و برهانی را گفتگو می کنم همانطوری که عزیزان استهزار دارند موضوع سخن ما صد منزل خاج عبدالله انصاری است در ارتباط با تفسیر عرفانی آیات قرآن کریم اشاره کردیم به اون سیر و سلوک انسان به اون مسافرت انسان و گفتیم که بزرگان و اولیا برای این سیر و سلوک منازلی رو ذکر کردن خاج عبدالله انصاری صد منزل این منازل رو در ده قسمت و هر قسمت ده مقام و ده منزل مجموعا می شود صد منزل منزل اول رو خدمتون گفتگو کردیم که عبارت بود از منزل یقزه یا یقزت و یا هوشیاری و بیداری که از اون تعبیر می شود به تولد دوم منزل دومی که من امشب به او میپردازم و فردا شب منزل توبه است همه شما عزیزان سهزار دارید که یکی از مفاهیم بسیار حساس و اصیل و تعیین کننده و پر بسامت در آموزه های دینی مفهوم توبه است انسانی نیست که در حوزه دیانت و در ساحت معنویت و عرفان سیری کرده باشد و اصلا با محیط دینی و محیط روحانی و اسپیریچوال ارتباط داشته باشد ولی با این مفهوم بسیار فربه آشنا نباشد به طوری که یکی از اسماع حضرت حق که ظهور در این عالم دارد نام پربرکت تواب است این بحث توبه به عنوان منزل دوم مطرح می شود تو این قسمت اول یعنی قسمت بدایات خدمتون ارز کردم که خاجه معتقد است به اینکه ابتدا یغزت است بعد توبه است بعد محاسبه چهارم انابه است پنجم تفکر است ششم تذکر است هفتم اعتصام است هشتم فرار است نهم ارز کنم ریاضت است و دهم سما است همه اینها هم به هم مربوط است خب ما از همون منزل دوم و پله دوم میاییم اون یقظه میاد و ظهور پیدا میکنه در این منزل دوم یعنی وقتی که ما گفتیم که این یقظت بیداری است هوشیاری است تولد دوم مولانا این رو تعبیر میکند به تولد ثانی انسان ها و معتقد است به این که اولیاء الهی که ابدال شدن یعنی تبدیل میکنن سرکه وجود انسان را به شراب اینها کسانی هستند که تولد سانی دارن چون دومبار آدمی زاده بذاد پای بر فرق علت نهاد اگر انسان به این تولد دوم برسد به یه احاطه و اشراف و ربوبیتی میرسد که پای خودش رو بر فرق علت ها میگذاره خب وقتی که فردی در اثر قفلت دوچار چرت بوده و دوچار خواب بوده و اینجا بر اثر اون نفحه الهی و لطف خداوند و لطف خفی خداوند برخواسته و بیدار شده و دچار یقظه شده مهمترین مسئله برای او این است که من در خواب بودم من در قفلت بودم من ناآگاه بودم و من احساس می کنم که از فطرت نخستین پیشین ذاتی اولیم که فطرت الهی است من دور افتادم من از خودم دور شدم من دوچار بیگانه ای شدم از خود بیگانه شدم خودم را گم کردم و امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید که عجب تو من تعجب میکنم برای کسی که زاله و گم شده خودش رو میگرده و میگه آقا شما ساعت منو ندیدید آقا شما کیف منو ندیدید آقا من کلیدم و گم کردم ولی تعجب می کنم که این مهمترین پدیده را گم کرده و اون خودشه و اسم زال بر او گفته می شود که در نماز شما میگید گید ولی زالین زالین یعنی گم شده ها یعنی کسایی که گم شدن حالا این گم شده راهشو گم کرده هدفشو گم کرده انرژی های خودش رو گم کرده خودش رو خسته میکنه یا خودش را گم کرده که همه اینها ریشهش در این است که نفسش رو فراموش کرده و خودش رو فراموش کرده که در سوره هشت خداوند میفرماید ولا تکونو کلذین نس الله فانساهم انفسهم شما نباشید از کسانی که الله را فراموش میکنند نتیجه این خدا فراموشی خود فراموشی است یعنی خودش را فراموش میکنن حالا که خودش را فراموش کرده باید برگردد به خودش بازگشت به خودش بکند و این برگشت و این بازگشت مقام است و مرتبه ای است که از اون مقام و از اون مرتبه تعبیر به توبه میکنن یعنی این میخواد برگرده به چی برگرده به اون خاطره ازلی میخواد برگرده چگونه میخواد برگرده برگرده یعنی چی یعنی میخواد قوس صعود را تحقق بده قوس صعود معناش یعنی تسعید حیات تکاملی انسان معنای قوس صعود اینه حالا من اینو قبلا هم عرض کردم باز شما بشنوید کسایی هم که نبودن ما یک قوس نزول داریم و یک قوس صعود یعنی تمام هستی و آفرینش ما ما که مسافر هستیم قوس نزول همان است که از او تعبیر میکنیم ان لله و قوس سعود همونی که تعبیر میکنیم انا الیه راجعون ما از او هستیم و به سوی او می رویم این مسافرتی که ما توضیح میدیم منتها تمام عالم یک حالت نزول دارد و یک حالت سعود دارد این نزول به معنای پایین آمدن و سعود به معنای بالا رفتن فکر نکنید که وقتی که میگن نزولی صورت گرفته است از یک بالایی یه چیزی اومده پایین نه معناش این نیست بلکه این صعود و نزول مربوط می شود به مراتب هستی و مراتب آفرینش یعنی الان ما در یک مرتبه هستیم که این مرتبه نازل ترین و سطحی ترین و جسمانی ترین و ظلمانی ترین مرتبه است مراتب بالاتر هم هست که از اون مرتبه اعلا این اعلایی که میگم مرتبه است فکر نکنید که مثلا ما میتونیم سوار یک اسپوتنیک بشیم و بریم و برسیم به اون عالم در اینجا یک نوع سؤو... نزولی صورت گرفته و حالا باید سعودی صورت بگیره در مورد حقیقت انسانم همینه من یه مثالی زدم و اون مثال این است که اگر شما یک مجموعه نوری رو در نظر بگیرید یک نوری رو اینجا در نظر بگیرید که این نور 500 شم است نور 500 شم در اینجا به اندازه 500 شم تجلی دار. حالا اگر ما بیایم بر روی این 500 شم یک حباب بذاریم این 500 شم میشه 480 شم حباب دوم رو بذاریم میشه 460 شم حباب بعدی حباب بعدی حباب بعدی تا 20 تا حباب اون حباب 20 بیستم این نور میشه یک شمعی این نور یک شمعی همون نور 500 شمعی است ولی تنزل کرده یعنی دوچار حباب شده دوچار حجاب شده حجاب چهره جان میشود شود تنم خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم انسان یک جنجی داره در وجودش یک حقیقتی داره که این آمده این حباب ها و حباب ها اینایی که از او تعبیر میکنن به نام هجاب و این الان در این مرتبه که قرار گرفته اینو بهش میگن قوس نزول حالا که میخواد برگرده یعنی وقتی که آدم بخواد به شادی برسه به عشق برسه به آرامش برسه از استرار و استراب نجات پیدا کنه باید این هجاب ها رو بدرد این حباب ها رو یکی یکی بشکنه و شکستن این حباب ها زحمت میخواد چون آدم به بعضی از این حباب ها عادت میکنه وقتی این حباب ها رو شکست وا شد و بشکاف دلم اطلس نو باف دلم اینجا این قوس سعود رو تحقق میده و اینجاست که بازگشت مطرح میشه توبه مطرح میشه توبه ای که باید این هجاب ها کنار بره و این برگرده در اصل خودش برگردد به اون عشق در اینجا یه بحثی مطرح من به عنوان مقدمه دارم اینا رو عرض میکنم میپردازیم به حرفای خاجه در اینجا یه بحثی مطرح است در عرفان به نام هجاب شناسی و این بحث از اینجا آغاز می شود که سوالی مطرح میشه که اگر شما معتقدید که خداوند از رگ گردن به من نزدیکتر است خداوند بین من و قلبم حائل است یهول بین المرعه و قلبهی من اقرب و الیه من لایکم من حبل الورید به شما از رگ گردنتون نزدیکترم از خودم به من نزدیکتری در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری از من منتری و از خود من به من نزدیکتری سالها در پی تحصیل یارم یار در دل بوده است حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است اگه اینطوره اگر خداوند یکی از صفاتش این است که ظاهر است و ول اول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن و خداوند ظهور دارد و نور محض است و اون نور تاریک نیست که کسی و چیزی بتواند او را روشن کند اگر این خورشید حقیقت و خورشید معنویت و خورشید عشق در آسمان میدرخشد پس چرا ما از این حضور محرومی و چرا ما از مانند بزرگانی از این گرمای حضور حضرت حق و از مشاهده این خورشید مشاهده باطنی و قلبی محضور هستیم اینجاست که باب هجاب ها در به ادبیات دینی و عرفانی ما مطرح می شود که باطن شما را هجاب گرفته است رین گرفته است و راه رسیدن به او میگه صد منزل حاج عبدالله انصاری میگه صد منزل شیخ عطار میگه هفت شهر عشق هفت شهر عشق رو بیان میکنه ملا صدرا چهار سفر رو مطرح میکنه عارفی میگه نه آقا صد منزل نیست دو گام است گام اول این که تو بتوانی تا بر خودت بگذاری و از خودت عبور بکنی گام دوم به او میرسی یعنی به حقیقت به شادی به آرامش به استراب به همه اون اسماع و صفات میرسی و عارف دیگری گفته نه اصلا دو قدم نیست یک گام است گام را بر خود بگذار و به او میرسی و اساسا این رو اومدن بحث کردن که اون گنج در وجود خود انسان است و این توبه برای این است که این در مکتب توبه برگرده به خودش مولانا یه حکایتی نقل میکنه از من شنیدید مرد میراسی یعنی جوانی بوده که ارسی از پدرش به او رسیده بود این ارسو رو مصرف میکنه مصرف میکنه مصرف میکنه تا جایی که دیگه بیچیز میشه دیگه یعنی دیگه چیزی نداشته و خلاصه خیلی مستعسل میشه خیلی مستر میشه هر شب گریه میکرده خدا یا یا بفرست برگ یعنی دلار یا بده مرگ این در این حالت استرار و استراب بود تا اینکه بالاخره در خواب خواب میبینه که یک فردی به اون میگه که باید بلنشی از این بغدادی که داری در زندگی میکنی بری در مصر در اونجا در یه آدرسی که این آدرسش این هست تو باید بری اونجا و یه گنجی هست در اونجا و اون گنج رو به دست بیاری این جوان هم صبح که بیدار میشه جوان ساده‌ای بوده حرکت میکنه برای اینکه دیگه فقیر بوده از بغداد به, ش... به, سمت مصر و میرسه به اون محله برای اینی که این رو ارز کنم که کشف بکنه و ارز کنم که از این حکایت خیلی از افراد استفاده کردن به نام مسافر و به نام کیمیاگر اینهایی که مطرح کردن این وقتی که وارد مصر میشه شبانه میرسه به مصر و تو مصر دزدی شده بوده و معمولین داشتن تفتیش میکردن که افرادی که مزنون بودن اینها رو دستگیر میکردن و مورد بازخواست قرار میدادن این وارد یه مسافرخونه میشه بعد میبینه چیزی نداره میگه بهتر است اینکه من فعلا برم گدایی کنم و الان هم که شب است خب در این شب من که روم نمیشه بهتره برم گدایی کنم وقتی که میره تو شهر و گدایی میکنه معمورین به این مزنون میشن و او رو دستگیر میکنن و میبرن و مورد بازخواست قرار میدن تو از کجا آمدی؟ تو غریبه ای اینجا دزدی شده بگو رف فقط کجا هستن این هی التماس میکنه که من آقا داستانی دارم اجازه بدید براتون تعریف کنم داروغه و اون بازجویی که اونجا هست میگه که خب بگو ببینم داستان تو, چی چیست دلش برای این میسوزه این داستان رو برای این بازجو تعریف میکنه و بازجو سرش رو تکون میده میگه عجب فرد ساده لوحی هستی که با یک خواب از بغداد بلند شدی تا مصر آمدی دنبال گنج منی که الان دارم تو رو بازجویی میکنم بارها در همین مصر خواب دیدم که در خواب به من گفتن بلند شو برو بغداد در محله ای که مشخص کردن کوچه فلان خیابان فلان کوچه فلان پلاک فلان یه گنجی است این جوان وقتی که میشنوه میبینه آدرس منزل خود این جوان رو داره میده در بغداد و این اون گمشده او که در بغداد بوده اومده در مصر داره تعقیب میکنه مولانا از این حکایت نتیجه میگیرد که وقتی که این جوان برمیگرده جنج را در خانه خودش پیدا میکند که این جنج در وجود خود توست سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد من عرف نفسهو فقط عرف رب بهو بنابراین این از درون باید یعنی باید بازگشت به خود بکنه. و لذین جاهدو فینا و فینا کسانی که مجاهدت بکنند در ما لنهدینهم نهم سبولنو. این و ف... لذین جاهدو فینا که میگه اینجا مفصله میگن یا مولانا میگه که فینا گفته در ما نمیگه در بسوی ما ما رو میخوان پیدا بکنن حالا که میخوان ما رو پیدا بکنن اون در وجود خودشون هست خب حالا چرا در وجود خودشون نمیتونن ببینن اون حقیقت رو که حالا باید یغزه به اونها دست بده تا اینها یهو بیدار بشن برای اینی که قلب اونها تخریب شده است قلب تخریب شده است دل تخریب شده است ما دل آباد داریم یعنی دل معمور با این و دلی که تخریب شده است دلی که تخریب شده یعنی دلی که مریض شده است بارها عرض کردم که قلب انسان ها مریض میشه منظور از قلبم مایچه سرخ نیست بلکه قلب یعنی اون حقیقت من اون باطن من اون مریض میشه فی قلوبهم مرضون اون قلب مریض میشه مرض یعنی چی یعنی بی‌نظمی ارگان های بدن وقتی که یه چیزی خرابه علامت اینی که ما الان بگیم این میکروفون خرابه یعنی درست کار نمیکنه یعنی کار خودش رو درست انجام نمیده چشم من خراب مریضه برای چی برای اینکه درست کار خودش رو انجام نمیده درست نمیبینه کار چشمیه دیدن درست نمیبینه گوش من مریضه کار گوش چیه شنیدن چرا مریضه برای اینکه خوب نمیشنوه کار دست نمیتونه حرکت بکنه حالا میان میگن قلب وقتی که مریض است فی قلوبه هم مرزون این قلب مریزه علامت مرض قلب و خراب بودن این قلب چیه که این قلب مگه کارش چیه قلب میگه این قلب جام جهان نماز کار اون نشان دادنه نشان دادن جمال محبوب است آینه شو جمال پری تلعتان طلب خانه جارو کن و آنگه میهمان طلب باید خانه جارو کنی تا میهمان وارد بشه این قلب خراب شده نمیتونه نشون بده چرا نشون نمیده برای اینکه این قلب دوچار حجاب دوچار رین و دوچار کدورت و زنگار شده بعد زنگار زدائی بشه زنگار زدائی یعنی توبه و اون زنگارها چیا هستند؟ اون زنگارهایی که مطرح می شود در اینجا این زنگارها عبارت است از گناهانی است که انسان مرتکب میشه و این گناهان زنگار میدن بر قلب ما که من قبلا این رو عرض کردم که هجاب ها سه قسمته هجاب های ظلمانی یعنی هجاب هایی که از جنس ظلمتن از جنس پست، پشتی پستی ها پلشتی ها سیاهی ها تباهی ها حسادت ها مقایسه ها مسابقه ها خودبرتری ها دقلی ها اینا اینا قلب را مریض میکنه و قلب دیگه و کار اصلی خودش از دست نمیده از دست میده و هجاب دوم هجاب های نورانی است یعنی هجاب هایی که از ناحیه خوبی ها میاد یعنی من خوبم ولی همون خوبی برای من هجاب میشه علم دارم علم برای من هجاب میشه عبادت میکنم عبادت برای من هجاب میشه کار خیر انجام میشم اون برای من هجاب میشه و در رأس همه اونها تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز ای حافظ تو هجاب خودت هستی خودت هجاب خودت هستی یعنی بین من و بین اون محبوب یه چیزی به نام خود حائل می شود این توبه یعنی مکتب توبه و منزل دوم برای بازگشت است که انسان بازگشت می کند از ساحت ارز کنم که انسان بازگشت می کند از ساحت خیال و توهم به ساحت نورانیت و عقل تمام گناهانی که و تمام خطاهایی که این آدمی که الان بیدار شده دوچار یغزه شده میبینه او چقدر اشتباهات داشته این اشتباهات ریشش وسوسه ها و توهمات و تخیلات یعنی ما من و شما در زندگیمون با همدیگه من و شما در زندگیمون وقتی که دقت بکنیم اون چه که باعث ضربه به من می شود خیال و توهمه ما در زندگی من, من و شما با خیال زندگی می کنیم خیال مبدع حرکت ماست توهم مبدع حرکت ماست که مولانا میگوید بر خیالی جنگشان و صلحشان بر خیالی ننگشان و نامشان آن خیالاتی که دام است عکس محرویان بستان خداست از خیالات تو می آید بلا بگی این بلاهایی که گرفتار شدی حالا بیدار شدی داری میبینی به خاطر اون خیالاتت بوده چون خیالت فاسد آمد جا به جا گه خیال فرجه و گاهی دکان فرجه یعنی تفریح و گردش و اینها گه خیال علم و گاهی خانمان یا خیال مکسب و سوداگری گه خیال تاجری و داوری یا خیال نقره و فرزند و زن گه خیال بلفزور و بلحزن یا خیال کاله و گاهی قماش دنبال همین قماش ها و کاله یا خیال مفرش و گاهی فراش گه خیال آسیا و باغ و راق گه خیال میغ و ماغ و لیغ و لاق یا خیال آشتی و جنگ ها گه خیال نامها و ننگ ها حالا میگه هی برون کن از سرین تخیل ها هین بر برو بز دل چنین تبدیلها خب این نکته اول که معنای توبه اینه که این برگردد به خودش معنای مطلب دومی که میخوام عرض بکنم برای عزیزان و بعضی از شاگردان ما شاگردان آکادمی مولانا براشون غریب نیست اون این استش که وقتی که ما راجع به توبه صحبت میکنیم یعنی قبل از اینکه حرفای خاجر رو من برای شما بگم به این نکته توجه بکنید که اسم اسماء خداوند چند روزه دارم راجع به این مطلب هی ای منور میدم که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشن خداوند با اسمایش کار میکنه یکی از اسماء خداوند تواب است تواب یعنی میگیم یا تواب این اسم چجوری در این عالم کار میکنه همه میان تواب را به این معنا میگن خدا یعنی چی تواب است تواب سیغه مبالغه است یعنی در زبان عربی وقتی میخوام میگن یه چیزی خیلی زیاده یکی از اوزان فعاله مثل علام بسیار عالم مثل مثلا فرض کنید که سیار یعنی کسی که زیاد سیر میکنه دلاک یعنی کسی که زیاد ماساژ میده دلکه یعنی ماساژ داد مالید دلاک یعنی بسیار ماساژ دهنده حالا تواب یعنی چی؟ دو تا معنا داره بسیار توبه کننده یا بسیار توبه پذیرنده اومدن در مورد حضرت حق گفتن تواب یعنی خدا توبه را میپذیرد معنای تواب اینه که اول من توبه میکنم بعد خدا توبه مرا میپذیرد این معنای تواب است اما نه معنای اصلیش طبق آیات قرآن این است که تواب اگر چه خداوند تواب است و توبه پذیر ولی تواب یعنی توبه کننده خداوند توبه می کند توبه یعنی دور زدن یعنی برگشتن دیگه خداوند توبه می کند اول خدا توبه می کند تا انسان توبه به این ظهور اسم توبه وقتی که ندامت در دل من ایجاد می شود توبه از اینجا ایجاد می شود که من نادم میشم و پشیمان میشم در ارتباط با اون محبوب یعنی اگه پشیمان میشم نه اینکه چون آبروم رفته پشیمون شدم نه که اینکه چون زندگی ما از دست دادم پشیمون شدم پشیمون شدم به خاطر اون محبوب یعنی من وقتی به یغزه رسیدم این دل من آماده شده برای اون محبوب خب این پشیمانی یعنی این حال در انسان اقبالی است که حضرت حق با اسم یا تواب بر قلب من می کند یعنی خداوند این حالت ندامت رو در من ایجاد میکنه و این رو بارها بنده گفتم در متون روایی گاهی انسان با گناهش رشد پیدا میکنه گناهی میکند خدا او رو مرتب یاد گناهش میندازه وقتی مرتب یاد گناهش افتاد این به یاد گناهش که میفته این رو دستش میزنه این متحول میشه این منقلب میشه اینو میگن ظهور اسم تواب توبه خداوند بر هر توبه ای سبقت دارد. چون توبه خداوند رحمت خدا اول توبه میکند من برای شما یه مثال بزنم و اون مثال اینه که اگر شما یک بزرگی رو در نظر بگیرید شما رفتی در محضر یک بزرگی یک شخصی در برابر یک آدم بزرگی هست آن بزرگ استاد اون بزرگ یا آدم بسیار عطوف مهربانه بعد این شخصی که در برابر این بزرگ قرار گرفته پشتش رو به این بزرگ کرده پشت کرده به این بزرگ این بزرگ داره نگاه میکنه به این پشتش کرده به این این بزرگ با او صحبت میکنه میگه فرزندم عزیزم دل بندم من تو رو دوست دارم چرا به من پشت کردی مرتب به او ذکر میگه مرتب با او سخن میگه این شخصی که پشتش کرده به این بزرگ بر نمیگرده آخر این بزرگ حرکت میکنه دور میزنه میره روبروی این آدم وامیسه و به او میگه من اومدم بیا بیا من در برابر تو هستم چرا ناراحت هستی چرا پریشان هست اینو میگن توبه این آدم بزرگ که برگشت خداوند این گونه برمیگردد که در دل من میندازه من این حالت رو بعد از یقزه که قیام کردم این حال رو او در من ایجاد می کند او در من ایجاد می کند. وقتی که در من ایجاد کرد من توبه می کنم وقتی که توبه کردم دوباره او توجه می کند به این توبه من یعنی منم برمیگردم و مرا بهتر میپذیرد و مرا بهتر پذیرایی می کند این دوران را شما قطعا توجه داشته باشید که در آیات قرآن هست در سوره بقره آیه 37 فتلقا آدم و من ربهی کلمات حضرت آدم وقتی که مرتکب اون خطا شد تلقی کرد از جانب خداوند کلماتی را افاظاتی را رحمتهایی را فتاب علی فتاب علی یعنی چی؟ فتاب یعنی توبه کرد اون خدا بر این آدم اینو بنده بارها گفتم هر جا توبه آمد و بعد از توبه کلمه علا آمد بدانید که خدا داره توبه می کن. هر جا که توبه آمد کلمه علا بعدش آمد یعنی بنده توبه می کنه فتا به علیه انهو هو تواب و رحیم یه آیه دقیق تر بهتون بگم در سوره ارز کنم خدمتون که سوره رو یادم رفته اینجا ذکر بکنم مراجعه بفرمایید راحت میتونید پیدا بکنید سرچ بکنید پیدا میکنید سه نفر بودن در یکی از جنگ ها شرکت نکردن نه ایمدن پیانبر رو یاری بکنن بعد دوچار پج... پریشانی شدن عرصه بر اونها تنگ شد دلشون گرفت از این حالت نگاه کنید و علا سلاست لذینا خلفو بر اون سه نفری که اینها خلفو تخلف کردن نه ایمدن. دنبال مردم نه مردم رو یاری کنن پیانبر رو یاری کنن حتی اذا زاقت علیهم الارز عرصه بر اونها تنگ شد زی... با... گای از آقای شما میگی که زمین و زمان به من تنگ شده بر او تنگ شد به ما رحبت و زاقت علیهم انفسهم نفسهاشونم بر اونها تنگ شد و زاقت علیهم انفسهم یعنی عرصه در, در, در درون خودشونم دلشون خیلی تنگ شد خیلی ناراحت شدن دنبال یک پناهی بودن دنبال یه راهی بودن میخواستن برگردن و زنو و گمان کردن انلا مرجعه ببخشید و زنو اینجا به معنی اینکه یقین پیدا کردن لا مرجعه هیچ مرجع و پناهی نیست من الله الا اله در برابر خدا مگر اینکه به سمت او برگردیم یعنی باید به دامان حضرت حق برگشت باید به اون سمت رفت حالا چی شد وقتی که به این نتیجه رسیدن که حالا ما, ما چاره ای نداریم ثم تاب علیهم خداوند بر اونها توبه کرد چرا توبه کرد ل برای اینکه یتوبو برای اینکه اونها توبه کنن خدا توبه کرد پس این توبه سبقت دارد بر هر توبه ای ان الله هو التواب اینجا میگه تواب الرحیم یعنی چی تواب الرحیم است یعنی تاب علیهم چون این قبلش که توبه نکرده بودن که میگه ل یتوبو ثم تاب علیهم خداوند بر آنها برگشت و این نکته نکته است بسیار بسیار حساس و عمیق که باید به این مطلب توجه بکنید در دفتر سوم بیت 4395 مولانا میگوید چون در این دل برق مهر دوست جست اندران دل دوستی میدان که هست وقتی که برق دل برقی در دل تو زد از جانب حق بدان که از جانب حق هم محبتی هست از خودت نیست اصلا خودت نیستی در دل تو مهر حق چون شد دو تو وقتی که تقویت شد که تو مهر خدا رو داری هست حق را بیگمانی مهر تو مهر تو هیچ بانگ کف زدن ناید به در از یکی دست تو بی دست دیگر تو میخوای کف بزنی یه دستی که نمیتونی کف بزنی بعد دوتایی باشن دو تا کف بزنن. یعنی این معاشقه دو طرف است عشق حقیقی اگه باشه اگه دنبال چیزای دیگه انسان باشه اگر عشق حقیقی باشه دو طرف است تشنه نالت که ای آب گوار آب هم نالت چکو کو آن آب خار خب اینا تموم شد حالا اجازه بدین کلمات خود خاجه رو ما بحثمون درس منازل و سائرین است با این توضیحات که ارز کردم برای شما یه مقدار ساده تر میشه خاجه میگوید و توبتو همه اینها رو من برای شما هم دادم آقای مطمئن زاده براتون فرستاده و توبتو لا تصح توبه صحیح نیست یعنی توبه تحقق پیدا نمیکنه توبه هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه الا بعد معرفت زنب مگر بعد از معرفت ارز میکنم که زنب و گناه همینی که الان بنده ارز کردم چه توبه صحیح نیست تحقق پیدا نمیکنه. مگر بعد از معرفت این هجابات یه چیزی رو یادم رفت قبل از اینه که وارد این بحث بشیم که مسئله زند و گناه مطرح میشه خاج عبدالله انصاری یه آیه ای از قران آورده و این آیه را به عنوان اصل و اساس اساس و بحث خودش آورده خاج عبدالله انصاری و اون آیه اینه و من لم و و هم الظالمون اگر کسی توبه نکنه از خطاها و از گناهانی که کرده است این شخص ظالم است این مطلب خیلی قابل توجهه که خاجه میاد این آیه رو انتخاب میکنه و خواجه میخواد این رو به ما بگه چه کسانی که قرق گناهند و کسانی که خطا میکنن چه خطاهای کبیره چه خطاهای صغیره اینها ظالم هستند خوب اولا توجه بفرمایید وقتی که ما میگیم گناه گناه عبارت است از اون هجاب ما انواع و اقسام گناه داریم حالا الان بنده نمیخوام واردش بشم تقسیم بندی هایی هست که مثلا گناهی صغیره گناهی کبیره اما به طور کلی ما توی تقسیم بندی هامون بذاریم من عرض بکنم اینو سریع بگم و رد بشم و اون این استش که ما اول گناهان شریعتی داریم گناهان شریعتی همین گناهانی که در دین به ما میگن گناه داره آقا نماز تو بخون اگه نماز نخونی گناه کردی روزه بگیر اگه روزه نگیری گناه کردی روزه باید بگیری از صبح تا شب بعد گرسنگی و تشنگی تحمل کنی نه چیزم روزه رو باطل میکنه اون چی که شریعت برای ما گفته و شریعت اون چی که توجه دارد فقط به قشر و فقط به پوسته هستش فقط و فقط همین یه سلسله گناهان شریعتی است آ اینجا نظر به نامحرم کردی مرتکب حرام شدی اینجا نامحرم تو را دید مرتکب گناه شدی اینجا این حرف زدی مرتکب گناه شدی اون چرا که در شرع به عنوان تجریه یعنی آراسته شدن ظاهر من به شریعت مثل همین نمازی که ما میخونیم مثل همین روزی که ما میخونیم بنده اینو بارها عرض کردم اگر شما الان برید پیش یه عالمی و از اون سوال بکنید که من امروز روزه گرفتم از صبح که بلند شدم روزه گرفتم از صبح تا الان یعنی از سحر تا الان تمام اون چرا که در رساله عملی شما نوشید نه چیز رو رعایت کردم سر به زیر آب فرو کردن قی کردن امالی کردن با چیزهای روان خوردن آشامیدن تمام اون چه که روزه رو باطل میکنه من رعایت کردم اون نه چیز رو انجام ندادم و تا الان هم هیچی نخوردم الان هم نمازم رو خوندم حالا میخوام روزم رو باز کنم روزم باز کردم اما از صبح که سهر بیدار شدم تا الان دیویس نفر رو غیبت کردم و آبرشون رو بردم آیا روزه من صحیح هست یا صحیح نیست هر عالم دینی به شما خواهد گفت بله آقا روزه شما صحیح هست شریعت این رو میگه روزه شما صحیح هست. یعنی شما شلاق نمیخوری اما این روزه تو رو بالا نمیبرد تو رو بالا نمیبرد این گناهان گناهان شرعی است یه گناهانی ما داریم که گناهان عرفانی است گناهان عرفانی به معنای این نیستش که شریعت به من گفته اگه این کار کردی گناه کردی تو گناهان عرفانی عبارت است از هر آنچه که باعث زنگار و هجاب بر قلب من بشه این گناهان رو چند دسته کردن گناهانی که متناسب با صفات ربوبی است یعنی فقط این صفات مربوط به خداست و اگر کسی اون صفات را گرفت اون صفات اون شخص مرتکب گناه عرفانی شده است این که ذات حضرت حق علل اطلاق است ذات حضرت حق مقدس است هیچ موجودی نمیتواند ادعای قدسی بکند که من مقدس هستم اگر کسی گفت من مقدسم من منزهم من پاکم به معنای مطلق علل اطلاق خودش رو در سطح حضرت حق و یا این که من کبریایی دارم من علو دارم من تکبر دارم حرف منو همه باید گوش کنن این از اون صفاتی است که صفات ربوبی هست این صفات فقط مخصوص خداست صفاتی که مخصوص خداست مال خداست و خداییت خداست و من حق خداییت ندارم این یک دوم صفاتی که این صفات ارتباط با صفات شیطانی دارد مثل حیله کردن مثل فریب دادن مثل کج رفتن مثل حسودی کردن مثل دیگران رو گور زدن اینها همه شیطنته یعنی بعضی ها وقتی که شما نگاه میکنی ها دای کومیلشون هم قشنگ میخونن اما شیطانن یعنی گناهانی که اونها دارن توی یک معامله باهاش بکنی یه بیزینس باهاش انجام بده نگاه میکنی میبینی که این آدم یک شیطان است معاملاتی که با تو داره شیطان است سوم گناهانی که اینها جنبه بهیمی دارد یعنی از صفات بهائم و حیوانات است مثل پرخوری مثل هرس مثل آز مثل شکمبارگی مثل به خاطر شهوت هر چیزی رو زیر پا گذاشتن دهنکجی به خدا کردن نگفتن به مقدسات همه اینها اینها صفاتی هستند که صفات بهیمیان. یعنی یه عده شما نگاه میکنی که توی زندگیشون آدمای خیری هم هستن ولی یه سری گناهان اینها رو گرفته که این گناهان از جنس بهائم است و چهارم گناهانی که اینها از سنخ سبوعیت و درندگانه یعنی مثل گرکا و درندگان درندگان مثل خشم مثل نفرت مثل انتقام گرفتن مثل کشتن مثل بیرحمی کردن اینها هم گناهانیست همه اینها زنگار ایجاد میکنه، خب؟ و گناه سوم گناه شرعی گناه های طریقتی ارفانی یک همه طریقتی بود گناه حقیقتی گناه حقیقتی یعنی این دیگه در اون قله است یعنی هر آنچه که غیر از حق مرا تسخیر بکنم. توجه من به غیر حق من به غیر حق که توجه بکنم از این جهت پیامبر اکرم مرتب استغفار میکردن به مجرد اینکه به غیر حق تمایل پیدا میکردن استغفار میکردن بنابراین توجه داشته باشن عزیزان به این نکته که اینجا که خاجه از این آیه استفاده کرده و من لم کسی که توبه نکنم و که هم و ظالمون از این چه نتیجه میگیریم؟ یعنی کسی که اصرار بر گناه دارد چون کسی که توبه نمی کنه اصرار بر گناه دارد کسی که گناه میکند او ظالم است خب ظالم است یعنی چی؟ یعنی ظلم میکند خب ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی قرار دادن هر چیزی در غیر جای خودش معنای ظلم اینه هر چیزی رو اگه شما در غیر جای خودش قرار دادید میشه ظلم اگه در جای خودش قرار دادید میشه عد اگر شما با کسی که ارتباط پیدا کردید باید با او ارتباط پیدا کنید جای شما هم اونجاست که با اون ارتباط دارید این میشود عد اگه جای شما اونجا نیست میشود ظلم اگر این شخصی که الان شده وزیر اقتصاد جای این آقا اونجا نیست این آقا اصلا تخصص اقتصادی ندارد این میشود ظلم به مردم اگر یه شخصی رو اونجا گذاشتن که این بهره و برکت و رحمت علمی نسبت به اقتصاد یک کشور داشت این رو بهش میگن عدل اگر یک کسی معلم بود واقعا جاش در جای یک معلم بود قرار گرفت اون عدل است اگر کسی رو قرار دادم که معلم نیست اون میشه از شما صبح که از خواب بیدار میشید صبحانه ای که میخورید اگه واقعا باید این صبحانه رو بخورید و این غذا متناسب است و همراه هست با شما و گوارای وجود شما هست و جواب میده بدن شما این رو میگن عدل اما اگر کلسترول بارات و داری کل پاچه میخوری این رو بهش میگن ظلم ظلم یعنی قرار دادن هر چیزی در غیر جای خودش خب حالا هر کس که گناه میکنه این ظالم است و ظلم میکند اما در اینجا یه بحثی مطرح است این به کی ظلم میکنه گناهان رو ابتدا این رو از من بشنوید گفتن بر دو قسم است گناهانی که نفسی هست یعنی لازمه فقط من انجام میدم یه نفر میگه آقا جان بنده تو خونه خودم درم بستم پردهم کشیدم میخوام یک پک ویسکی بزنم به تو چه خودم هستم و خودم یک شخصی هستش که میگه من رفتم برای خودم دارم این گناه رو انجام میدم این گناهان نفسی و لازم اما یه سری گناهان هست که متعدیه یعنی من تعدیه به غیر میکنم من میام حقوق مردم رو ضایع میکنم من میام جای یک فرد دیگه ای رو میگیرم من میام ظلم در حق کسی میکنم من میام وقت کسی رو از بین میبرم مال کسی رو از بین میبرم آبروی کسی رو میبرم غیبت میکنم دروغ میگم نسبت به کسی بهتان میزنم اینا همه ظلم به غیره درسته این متعدی به غیره خب حالا در اینجا که میگه و من لم یتوب فاولای که هم ظالمون اون کسانی که گناه میکنن این گناهشون فقط و فقط ظلم است این ظلم به خودش میکنه یا ظلم به غیر میکنه این تقسیم رو شما تو ذهنتون داشته باشید اما حالا اینجا این سوال رو ما مطرح میکنیم و من لم یتوب فاولای که هم ظالمون هر کس توبه نکنه ظالم است یعنی هر کس توبه نکند گناهکار است ظالم است هر کس گناه میکنه ظالم است حالا این ظلم را به خودش میکنه یا به دیگران میکنه اینجا بعضی اومدن گفتن آقا جان ظلم ظلم گناه ظلم به نفس است گناهانی که متعدی را در نظر نگیرم گناه میگن ظلم به نفس است اما اکثر و قاطبه عرفا و امروزی ها هم معتقد هستن به اینکه انسان هر گناهی بکند، در چاه گناه بکند، در زندان در بسته گناه بکنه در رو ببندی پرده رو بکشی قفلم بزنی وقتی که تو داری گناه میکنی این گناه ضربه به همه عالم است ظلم به همه عالم است چرا برای اینی که در نگاه توحیدی معتقدن همه عالم یک مجموعه به هم پیوسته است اگر یک ذره را برگیری از جای همه عالم فرو ریزد سراپای اگر شما گناهی بکنی این گناه در خود عالم اثر میگذاره ظلم به این عالمه آقا شما این را قبول ندارید که در برابر آب در برابر آب حرکتی انجام دادن در برابر آب اومدن با هم مشاجره کردن دعوا کردن بعد این آب و حساسیت نشون داده حساسیت نشون داده عالم زنده است و بعد اومدن با هم دیگه خوش بودن باز حساسیت دیگه ای از خودش نشون داده بنده خودم یه فیلمی رو دیدم فیلم ساختگی هم نبود فیلم حقیقی بود که یه خانمی گیاهی داشت در منزل این گیاه رو پرورش میداد بهش میرسید خانم مریض شده بود نشان میدادم که این گیاه داره واکنش نشون میده پیغمبر اکرم به کوه اوهد فرمود جبلون اوهب بهو و یوهب بنی این کوهی است که من دوستش دارم اونم منو دوست داره در روز قیامت خداوند میفرماید یوم ازن تو حدس و اخبارها زمین اخبار خودش رو بیان میکند زمین زنده است آسمان زنده است بنابراین وقتی که انسان گناه میکنه این ظلم میکنه ظلم به همه اینها میکنه و چون آفرینش زنده است و یک شعوری داره اگه عذابی میاد خدا اون بالا نشسته که بگه حالا میخوام عذابت کنم خود اینها راکشن را و راکسیون را به شما نشون میدن عکس عمل به شما نشون میدن نکته دیگر که اینها میگن که بله سنگ احمد را سلامی میکند کوه یحیا را پیامی میدهد ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم ما هممون زنده هستیم و میبینیم که شما دارید چی کار میکنیم الان سخنرانی که بنده الان دارم اینجا صحبت میکنم تمام حرف های من در ملکول ملکول سقف این اتاق داره ضبط میشه و اگر این اتاق همینطور باقی بمونه در آینده این همین دستگاه هایی که الان خلق شده و شما باور نمی کردید. یه روزی یه نفر تو خونه سخنرانی کنه همه او رو ببینند یه روزی هم میشه که میتونم بیان از این سخت حرف منو بگیرن ضبط شده میتونم برن در مسجد کوفه و سخنان امیل رو بگیرن و منعکس بکنن عالم زنده است عالم حیات داره یونیورس به من جواب میده یک گیاه با من حرف میزنه درخت منو نفرین میکنه آسمان منو نفرین میکنه بنابراین کسی که مرتکب گناه میشه این مطلب خیلی دقیقه در قرآن این مرتکب ظلم شده ظلم به غیر نکته دیگه ای که مطرح میکنن این هستش که میگن آقا شما مگر اعتقاد ندارید که همه آدم تسبیح خدا میگه و این من شیء الا یسبحه به و لا تفقهون تسبیحهم و تسبیح در اون معنایی که بگیم تسبیح دستشونن میگن نه اینها شناورند یک حرکت حبی دارن دارن شنا میکنن چون تسبیح یعنی شنا کردن دارن شنا میکنن به طرف حضرت حق تمام عالم دارن شنا میکنن به طرف حضرت حق حالا شما که داری گناه میکنی بنده که دارم گناه میکنم برخلاف اینهایی که دارم میرم به سمت حق من دارم پشت میکنم به سمت حق من با اینها تعارض میکنم من مزاحم اینها میشم تنم به تنه اونا میخوره اونا ما رو نفرین این اعتقاده ممکنه الان این مطلب بنده پخش بشه یه ای بخندن ولی شما برید امروزی ها هم به این مطلب معتقدن که این عالم زنده است این عالم جواب میده خب حالا با توجه به این خاجه اومده این آیه رو استفاده کرده و خیلی زیبا بیان کرده از این آیه رو و بعد میفرماید که در اینجا معذرت میخوام در اینجا خاجه میگوید که به صلاح و توبت و لا تصح الا و, و توبه تمام نمی شود مگر بعد معرفت زن بعد از اینکه انسان معرفت نسبت به گناه داشته باشه اصلا توبه برای کسی معنا داره که بدونه داره خطا میکنه یعنی اگه منکر براش معروف باشه معروف براش منکر باشه این مسئله امر معروف و نهی از منکر که میگفتن آقا یه کسی اعتقاد داره این عمل من درسته شما هرچی به او بگی دارید او رو نهی میکنید از یک کار درست اون باید معرفت پیدا بکنه و این معرفت اینطوری نیست که بره کتاب بخونه این معرفت از طریق روشن شدن همون چراغ یقزه در دل اوست که حالا زمینه هایی باید ایجاد بشه مثلا خودشو در, م... در مسیر موعظه قرار بده موعظه بنده الان که دارم حرف میزنم خدا در اینجا توجه داشته باشید من در اینجا دارم خودم رو موعظه میکنم یعنی با خودم این حرفایی که میزنم رو خودم اثر بگذاره خودم هم گاهی میشینم گوش میکنم برای اینکه انسان احتیاج دارد به اینکه ولو مطالب بعضش تکراری هم باشه هی تکرار بشه خب حالا معرفت و زم چیه وحیه ان تنظره اینکه تو نگاه بکنی در گناه اینا ترجمهش آوردم الا سلاست اشیا به سه چیز الا انخلاع که منل اسمه هین اتیانهی انخلاء یعنی خلعت کرده این کارهایی که تو رو خلق کرده از اون فطرت اصلیت از اون معصومیت از اون انسانیت از اون خوب بودن اون خانم خوبی که تو بودی آقای خوبی که تو بودی آقا فریدون تو یه فریدون دیگه ای شدی اینو داره میگه این خلا اکبینل اسمه هینه اتیانه در موقعی که داری او رو انجام میدی تو دیگه معصوم نیستی تو دیگه اون فطرت نیستی حتی تنزل کردی از مقام اعلای الیین به مقام اسفل سافر و فرح و که اند از بهی نگاه کن ببین وقتی که این گناه رو انجام دادی بعدش خوشحال بودی بسیاری از گناهانی که انسان انجام میده بعدش به خودش باری میگه که من این کار رو کردم و و بعضی ها زرنگی میدونند و بعضیا راحتی خودشون میدونند و, می و قعود و که و نگاه بکند به گذشته خودش که قعود داشته یعنی نشسته نگاه کرده امد از زفر بهی در زفر نسبت به او وقتی که تو دیدی قعود کردی از زفر بهی یعنی وقتی که اون پیروز شد تو حالت قعود داشتی نشسته داشتی و قعودو که ببخشید و فرهو که امد از زفر بهی و قعودو که علل اصرار ان که اشتباه معنا کردم و علل اصرار ان تدارکهی وقتی که اصرار داشتی بر این گناه اصرار بر گناه یعنی چی یعنی شما گناه رو که مرتکب میشید شما پشیمان نشید پشیمان نشید حقیقت تو به اصل اصل چیزی که شما پشیمان بشید در ارتباط با خدا پشیمان بشی یعنی بگی آی من چه کاری کردم پشیمان شدم بری و شروع کنی با رو خودت کار کردن اون پشیمانی رو ما گفتیم که خدا ایجاد میکنه چه بهش مغفرت مغفرت خدا شامل تو میشه ساپورتت میکنه بعد تو تائب میشی و قعود که علل اصرار ان تدارک تدارک یعنی جبران بکنی اصرار ان تدارکی مع یقین که به نظر الحق الیک با توجه به این که اینها رو در نظر بگیری همه این کارا رو کردی و یقین هم داری به این که خداوند تو را نظاره می کند برای اینکه تو روزه میگیری، تو قرآن می خونی تو بارها این قرآن را خوندی برای اینکه تو به این آیه رسیدی علم یعلم به ان الله یرا خب حالا اینجا این آیه رو به اشاره میکنن در متونی که این تفسیر این صد منزل این آیه این است که چرا میگه از اسمت خارج شدی از اون فطرت اصلیت خارج شدی این آیه رو آوردن و کیفت اکفرونه و شما چگونه کفر میورزید و انتم تطلا علیکم آیات الله و بر شما تلاوت میشود آیات الهی و فیکم رسوله و در بین شما رسول اوست اما نگاه کنید شما چگونه کفر میورزید در حالی که آیات رو تلاوت میکنم بر شما یا خودت هم میخونی اما کفر میورزی و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط مستقیم کسی که اعتصام به خدا بکنه یعنی در پناه حق بره شامل هدایت حق خواهد شد چه چند شب پیش گفتم اسم هادی بر او ظهور میکند. اسم هادی میاد کمک او و او در سرات مستقیم قرار گرفته است سرات مستقیم یعنی چی؟ یعنی اون هایوی و اون راه بلندی که از ما استقامت میخواهد. حالا وقتی که تو از اون اسمت خارج شدی منحرف شدی یعنی وقتی که انحراف پیدا کردی دیگه اینجا اسم هدا و اسم هدایت و اسم هادی شامل حال تو نمی شود شامل حال تو نمی شود به جای او اسم منتقم می آید این رو در درسهای قبلی من توضیح دادم اینا رو هم گفتیم این که هنگام دستیابی به گناه شادمان و مسرور گشته ای این که از پافشاری بر تدارک و جبران آن باز نشسته ای. از اینی که تدارک ببینی چه جوری تدارک ببینه انسان باید تدارک ببینه تدارک دیدن یعنی باید با خودش یه کاری بکنه اگر من خطایی کردم برم یه کار حسنه ای بکنم اگر من ظلم به کسی کردم بیام دست یک مظلومی رو بگیرم من برم غذا بکنم برم خودم رو شستشو بکنم بار بردارم به خودم زحمت بدم این از این این رو اشاره میکنه به این مطلب و شرایط و توبه سلاست و شرایط توبه حالا وقتی که توبه رو گفت توبه تحقق پیدا نمیکنه توبه صحیح نیست مگر اینکه انسان معرفت به گناه داشته باشد توی این مراحل حالا سه چیزم هست که شرایط توبه است شرط اگر بود مشروط تحقق پیدا میکنه اگر شرط نبود اون مشروط نیست دیگه اون سه تا توجه بفرمایید ان اول پشیمانی پشیمانی در قلب توجه بفرمایید در, در اینجا بعضیا میان میگن همین که پشیمون شد این توبه است یعنی شما همین که گفتید آخ در حضور خدا در حضور حضرت حق شما این آخی رو که گفتید قلبت مشاهده کرد در این که تو خطا کردی همین رو میگن شما الان توبه کردی و تائبی تمام شد اما بعضیا میان این قسمت دوم و سومم میزانن کنارش و اون اعتذار هست یعنی غیر از این پشیمانی حالت اعتذار هم هست حالت اعتذار یعنی چی؟ عذرخواهی عذرخواهی چگونه است؟ عذرخواهی دو شیوه دارد عذرخواهی زبانی و عذرخواهی عملی شما یه وقتی هست که دل کسی رو میشکنی گوشی رو برمیداری میگی آقا خانم ببخشید من اشتباه کردم دست خودم نبوده این میشود عذرخواهی زبانی اما عذرخواهی عملی این هستش که اصلا تلفن نمیزنی یک دسته گل میفرستی در خونه اینها و یک کتابم میده یک یاد داشتم میذاری که من شما رو دوست دارم شما منو ببخش خداحافظ اصلا اینم نمیگذاری اون عملی است یا فردا یه کاری برای او انجام میده. اینو میگن عذرخواهی عملی عذرخواهی فقط به زمان نیست آیا وقتی که ندامت آمد اعتذار هم باید در کنارش باشه بعضی میگن نه اعتذار باشه یا نباشه همون ندامت کافی یعنی خدا قبول میکنه مثل شکر ببینید شکر شکر یعنی شکر نعمت یعنی همین که شما هر نعمتی که داری بفهمی این نعمته یعنی بفهمی این نعمته قور نزنی من قور نزنم من نقنق نکنم بدانم که این نعمت است دومی که قلب منم به من بگه این نعمت مال تو نیست مال اونه این تماشا میشه شکر این میشه شکر اما حالا این رو بر زبانم بیارم و عملا هم شاکر باشم اون رو بعضی ها اختلاف دارن حالا در اینجا خاجه عبدالله انصاری میگه نه این ستا باید با هم باشه الندم ول اعتذار زبانی و عملی و ول اقلاق قل یعنی برکندن برکندن باید از ریشه بکنیش چی رو بکنیش؟ گناه رو بکنی گناه از کجا بکنی؟ کندن از بدن کندن از بدن یعنی عملا دیگه سمتش نری مناش اینه معنی اقلاق اینه عملا دیگه به سمت اون نری اما معنای دیگری داره از, از قلب هم بکنی از قلبی نست که دوست داری اینو انجام بدی ولی خود میترسی یا حالتهای شرم داری اما تو دلت قلی ویلی میری که اگه میشد چقدر خوب میشد اینجا اقلاع کامل نشده است این هم شرایط توبه در منزل دوم از صد منزل که خدمتون تقدیم کرد